تقدیمی این هفته در پیامد انتشار خبر خودسوزی سحر خدایاری است، دختر آبی که تبدیل شده به یک رویداد جهانی. مختصر عرض کنم که میدونید سحر خدایاری که به دلیل طرفداریش از تیم فوتبال استقلال تهران بهش میگن دختر آبی، بعد از اینکه نذاشتن بره تو استادیوم بازداشت شد و بعد با وثیقه 50 میلیون تومانی که پدرش گذاشت آزاد شد و 12 شهریور بعد از اینکه بهش گفتن 6 ماه زندان براش بریده شده خودش آتیش زد تو خیابون. 4 روز بعد 16 شهریور تو بیمارستان درگذشت. فارغ از حاشیه هایی که حکومت با سوء استفاده از پدر سحر سعی کرد به وجود بیاره و موضوع رو منحرف کنه که دیگه همه میدونین، دلیل سوختن دختر آبی راه نیافتن زنان به ورزشگاه ها برای تماشای فوتبال بود و انتشار این خبر در جهان جامعه بشری رو تکون داد. مثال هایی بزنم خدمتتون، تو آلمان هوادارهای باشگاه وردر برمن شعار نوشته هایی رو تو ورزشگاه بالا بردن، روش نوشته نه به ممنوعیت جنسیتی در ورزشگاه ها به یاد سحر خدایاری. تو فرانسه هوادارهای تیم لیون شعار نوشته با یاد سحر رو دست گرفتن. تو ایتالیا بازیکنان تیم زنان باشگاه آس روم ایتالیا بازوبند آبی بستن و نوشتن دختر آبی هوادار 29 ساله فوتبال بود که هفته گذشته خودسوزی کرد. تو کابل لیگ برتر افغانستان، اینجا کابل پایتخت فوتبالی افغانستان، استادیوم فدراسیون فوتبال، دخترای افغان به نشانه همدردی با سحر هشتگ دختر آبی گرفتن و آمدن در حین تماشای مسابقه گل شد در حین تماشای مسابقه لیگ برتر فوتبال افغانستان از سحر و دخترای ایرانی که نمیتونن به استادیوم برن حمایت میکنن. تو خود ایران مردم شمع روشن کردن همون جایی که سحر خدایاری خودش آتیش زد بود در هفتم درگذشت سحر. تو چند روز اخیر فوتبالیای ایران هم بیکار نبودن، بازی استقلال و نفت مسجد سلیمان، بازیکنان تیم استقلال تهران پیش از شروع بازی با نفت مسجد سلیمان با پیرهن‌های ورزشی منقش به دختر آبی وارد زمین شدند و به سحر خدایاری ادای احترام کردند. صدا و سیما بازی را با تأخیر شروع کرد تا این بخش از مسابقه را نمایش ندهد. همزمان با این بازی یک شنبه 24 شهریور در جریان مسابقه بین تیم‌های داماش گیلان و مس کرمان در رشت هواداران داماش با خواندن سرود که حالا میشنوید یاد دختر آبی رو گرامی داشتند. یک شنبه 31 شهریور، همین یک شنبه هم که دربی استقلال و پرسپولیس. تقدیمی در دور ز شهر پاسداری شد، بنگر که رسید فصل هاری شد، دور به هران که خود گزیدندش آزار و شکنج اختیاری شد، از ناخودیان رو بودن هر حق و شهر زنان اسید باریشان، امروز همه تلاش دین کاران تنهاست برای ماندگاریشان، و هیچ جنایتی که بسپن کرد ممکن نبود فروگذاریشان، و هیچ دناعتیش باقی نیست وجدان زننگ و شرم آریشان، با این همه پیش مای بس بسیار
سپاه ده هزاریشان، انبوهی مردمند رهبرزای در راه و روند ره سپاریشان. بادا که به گاه باشد و کاری در راه قیام پا گذاریشان، در خواستن حقوق خود بادا بس بیش تلاش و پافشاریشان. پیگیر و سمج ارادشان باد و کاری که کنند باد کاریشان. بادا که هزارها به جا ماند آرامش بعد بیقراریشان. او می شود از خطای پیران رست، او می شود از خطای پیران رست، با یک نه توان زدودن آریشان، با یک نه توان زدودن آریشان. خب تقدیمی که شنیدید قصیده بلندی بود، قسمت های از یک قصیده بلند بود از اسماعیل خویی، تقدیم به جوانان ایران.